درود به ملت مبارز ایران، با درود به تمام عزیزانی که در هر جای دنیا زندگی میکنین. امیدوارم که دلتون خوش باشه، امیدوارم که شاد باشین در زندگی، امیدوارم که زندگی به کام شما باشه. امیدواریم و ایمان داریم که زندگی به کام تمام ایرانیا هست و خواهد بود، این چون خداوند به ما فرموده. شکر به نام عیسی مسیح. بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت. خداوند شکر گذار و سپاس گذارم برای این برنامه. خداوند عزیزم، برنامه من در کنترل خودت بگی. خداوند من هدایت و حمایت بکن، به تحت حمایت و کنترل خودت نگهدار. خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده قدوس، تا بتونیم کلام تو در قلبا بنشینه. خداوند شکرگزار سپاسگزارم خداوند عزیزم، به نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب باشین، سلامت باشین. تو اروپا هستین، تو هر جای دنیا هستین، امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشین. برنامه ما رو آغاز میکنیم. رهبریت برنامه ما رو آقای یاسر جان داره، ممنونیم ازش که ما رو روی ار میاره. واقعا دستش در نکنه. به هر حال برنامه رو که شروع میکنیم با یه شعری شروع میکنیم. ما هم این شعر براتون میخونیم که هر چیزی خداوند به دل ما گذاشت براتون میخونیم، میمیسیم براتون میایم میخونیم. میگه آن که دردم را دوا میکند عیسی مسیح است، آن که جانم را آزاد میکند عیسی مسیح است، آن که من را میبرد بر عرش آسمان عیسی مسیح است، آن که در خونش مرا پاک می کند عیسی مسیح است، آن که انسان را محبت می کند عیسی مسیح است، آن که در عمق محبت را رود عیسی مسیح است، آن که جان را بر صلیب برد بهر من عیسی مسیح است، آن که جان را بر صلیب برد بهر من عیسی مسیح است، آن که با خونش آزاد کرد جانم را عیسی مسیح است، آن که با مهرش محبت می کند عیسی مسیح است، آن مسیح استاد و رهبر آن مسیح است. امیدوارم که زیر سایه عیسی مسیح همه تون به شادی زندگی بکنید. واقعا عیسی مسیح هم خداوند، هم منجی، هم رهبر، هم آزادی در زندگی به ما یاد داده چجوری آزاد زندگی بکنیم، چجوری دور از گناه زندگی بکنیم، به چجوری بتونیم که واقعا زندگی سالمی داشته باشیم. الان ما میبینیم توی ایران اخلاقا خراب شده دیگه، نمیدونم، مردم به همدیگه اعتماد ندارن. اصلا ایران طوری شده که هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمیکنه. هر کسی میخواد فقط زندگی خودش، در فکر خودش پیش ببره. میدونین چرا؟ برای اینکه 40 سال رژیمی در سر کار اومده به نام یک رژیم دینی، یک رژیمی که حقیقتا هیچ چیزی از زمان حال نمیدونه، داره 85 میلیون آدمو میسی که زندانبانی است که 85 میلیون آدمو داره زندانبانی میکنه. فعلا رژیمی نیست که بخواد آدم در رابطه، اگه 4 تا خوبی کرده باشه باز آدم میگه 4 تا خوبی کرده. ولی واقعا شما ببینین همین حالا که این همه میگن تحریمیم، پول نداریم، بس خرابه. آقا از همه الان میبینین شما همینجوری دارن میدوزن، پولا رو میدن به کردای که مال خودشونن تو عراق، میدن به اونا، پولا رو ببرن برای اینا در کشورهای اروپایی بریزن به حسابشون. همین حالا که میگن پول نیست، تحریمیم، چند هفته پیش بود گفت توی بانک ها 400 میلیارد تومان، نمیدونم 400 بیلیون تومان، نمیدونم میلیارد تومان گم شده، یا 4 میلیارد دلار گم شده. خب این پولا کجا میره؟ این پولای بجزی که همین پول ملت،
پول ایرانه که باید خرج ایران و ایرانی بشه، می دزدن تو چمادونا میندازن میرن. شما ببین یک دونه اساس کوچیک اگه ببرین بیارین شما رو گیر میدن، ولی خودشون چمدون چمدون پولا رو بر میدارن میبرن، هیچ کس هم گیرشون نمیده، هم هم آزاد از همین فرودگاه راحت میرن. کاری نداره که، برای اینکه از خودشونن دیگه. این همه دزدی، مثلا یک نفر میارن مثل زنجانی، مثل اکس و اگریک، یه نفر میارن علم میکنن، اونو خودشون پرورش میدن، خودشون از بابت اون دزدی میکنن، اون فقط بدبخت مثلا به اون وعده میدن آقا ما 1,000,000 دلار بهت میدیم، بعدم وقتی میبینه اوضاع خراب شده اونو میارن میگن آقا بله این همه چیزو خورده، سکر خورد، نفت خورد و اینو خورد اونو خورد، میگیرن اون بدبختو. البته خب اونم بدبخت نیست، اونم با آگاهی داره خیانت میکنه به ملت ایران. اگه آدم خیانتگری نباشه همچی کاری نمیکنه برای پول که مثلا 1,000,000 دلار پول داشته باشه یا پول ملت بخوره که این کارا رو بکنه. ولی در کل دکل نفت میبینی میدوزن میرن. در دوره احمدنژاد 2 تا دکل نفت رفت. آقا من آدم عادی چجوری میتونم بیام دولت نفت وقتی میفروشه، من آدم شخصی بازرگان بیام اونجا نفت بگیرم بفروشم؟ کجا شما دیدین که یه آدم عادی بیاد اونجا نفت برداره ببره برای خودش بفروشه؟ بعدم پولش هم دیگه نمیاره. مثلا توسط من و اکس ایگریک میدن که پولش برگردونم، ولی پول خبری نیست، اصلا پول دیگه نمیاد. واقعا ما انسان ها هرچی هم که هرچی میخوریم سیر نمیشیم، چون دنیا دنیای هست که توش نارو هست، توش زیر پا خالی کردن هست، توش نامردی هست، توش بی احساس بودن هست، همه چی هست، چون دنیا حاکمیت این زمین و شیطان داره. مثلا بعضی میگه آقا شیطان کیه پر؟ آقا هست، شما بخونین نگاه بکنین ببین هست. شما آدم های شریر رو میبینین، این بجز آدم شریر و شیطانی باشه چیز دیگه است؟ خدا محبته که الان کمپین درست کردن توی ایران خدا محبت است، از همون کلمه خدا محبت میترسن. عیسی مسیح محبته. عیسی مسیح کتاب آورده، خودش که نوشته، حرفایی که زده شاگردانش نوشتن، تعلیماتی که داده شاگردانش نوشتن. شما نگاه بکنین تمام تعلیماتش رو نگاه بکنین ببین برای زندگی شما رای درست رفتن، رای درست زندگی کردن، آرامش داشتن. وقتی کلام و تعلیمات خداوند این باشه که شما زندگی سالم و پر از آرامش داشته باشین، کجای این کتاب غلطه؟ اگرم کسایی میان از خارج از کتاب عمل میکنن، اون دیگه نمیشه اونو گفت اون مسیحه. اگه در کلیسایی هم میاد خرابکاری میکنه، اون یک آدم مسئوله، مسئولش این کتاب مقدس نیست، چون برای اینکه درک صحیح از کتاب مقدس نداره اون کسی که کارهای غیر کتاب مقدسی میکنه. بیننده یا شنونده یا کسایی که میبینن، میبینن مثلا حرکات اونو میبینن، رفتار اونو میبینن، میگن میچسبونن به کتاب مقدس. در صورت که شما که میچسبونین به کتاب مقدس، خودتون برین کتاب مقدس رو بخونین، ببین کجای کتاب مقدس آقایی که مثلا من بد دارم راه میرم مثل نوشته باشه تو این، که نیست همچی چیزی. خداوند راه راست و آرامش زندگی رو ما یاد تعلیم داده. عیسی مسیح در جسم آمد تا گناهای من و تو رو پاک بکنه، تا من و تو تعلیم بده که در زندگی با آرامش پیش بریم. اگر هم یک
پیش آمدی، یک گرفتاری برای ما پیش میاد، با آرامش خدا بریم، با دعا بریم جلو. من و شما در این کهکشان، این زمین هیچی نیست، صفرم نیستیم که این زمین در کهکشانی که هستیم ما، صفرم نیستیم ما. در به همین صورت که صفر نیستیم، خداوند چشمش به همین زمینه، چون انسانهای آفریدی که به شکل خودشه، عقل و هوش خودش خداوند بر ما دمیده، منتها ما نمیتونیم استفاده بکنیم از اون عقل و هوش. ما میخوایم همیشه بر ضد خدا کار بکنیم، بر ضد شیطان کار نمیکنیم، بر ضد کسی کار نمیکنیم که بر علیه زندگی ماست، بر ضد کسی کار میکنیم که به نفع زندگی ما داره صحبت میکنه، میخواد ما رو کمک بکنه. شما نگاه بکنیم، ما خودمون تو ایران نگاه بکنیم، هیچ کس در فکر کسی دیگر نیست. همه این دروز زندگی رو نگاه میکنن، همه میخوان پاچه همدیگر بگیرن، معذرت میخوام، همه میخوان همدیگر رو تیک پاره بکنن. حالا مثلا میبینیم ما بچه های عباس، کارگران عباس هفت‌تپه دارن شلوغ میکنن، چرا او یکی پا نمیشه؟ شما الان نگاه بکنین، این همه شلوغی تو ایرانه. شما ببین، اصلا اینا همه سیاسته. به قول شاعر فومنی ما میگه سیاست اشپتکایه، حقیقتا اشپتکایه، یعنی واقعا پدر مادر نداره سیاست. شما نگاه بکنین، این همه شلوغی تو ایران شده، نه تلویزیون CNN، نه تلویزیون های دنیا، هیچ کس صحبت این شلوغی ها رو نمی کنه. من که ندیدم این همه تظاهرات الان تو ایران، اصلا ساکت شدن تلویزیون های دنیا. ولی ما موافقی نیستیم که کسی کسی رو بکشه، ولی یه قاشقچی، اینم سیاستی پشتش هست، یه قاشقچی کشتن. تمام دنیا تا حالا هم اصلا یه ماه خود دو ماه هست، بازم دارن صحبتش میکنن. میگن ما موافقی نیستیم کسی کسی رو بکشه، این همیشه محکومه. ولی شما سیاست نگاه بکنین، ببینید چجوری الان تمام خفقان گرفتن، اصلا تمام این تلویزیون های دنیا اصلا در رابطه با ایران صحبت نمی کنن. اگر هم صحبتی بشه، یه تاگتو که یه کوچیک میرن. چطوره یه دونه آدم اونجا میکشه، مال عربستان، سیاست پشت پرده است، همش دو ماه داره صحبتش میشه همه جای دنیا. چطوره بعد این همه ایرانی ها رو میکشن، داغون میکنن، یک کلمه صحبت نمیکنن. همه الان هم که اینقدر شلوغه، تلویزیون ها همه خفه شدن، هیچی صحبت نمیکنن. CNN که میاد اینجا میلیون میلیون دلار میگیره، آقای مثلا پرزیدنت ایران بیاد، ایران که نیست، پرزیدنت جمهوری اسلامی بیاد اینجا صحبت بکنه، ازش پول میگیرن که اینو بیارم تلویزیون صحبت بکنه. یعنی ببینین مردم، شما باید اسمارت باشین، شما بایستی در فکر خودتون باشین، در فکر این نباشین که آمریکا بیاد شما رو کمک بکنه رژیم برداره، اروپا بیاد رژیم برداره. هر کس برای منافع زندگی کشور خودش زندگی میکنه، بجز رهبران ایران. تمام دولتمندای دنیا برای کشور خودشون سنگ سینه میزنن، بجز جمهوری اسلامی که فقط اومده قدرت رو در دست بگیره، مردم ببره تو قهقرای 1400 سال، عقب مونده بکنه مردم رو، ازشون استفاده بکنه، پولشون رو بدزده، ضرب شست بکنه، بزنه، بکشه مردم رو. این تنها رژیمیه در دنیا که هست. از نظر اقتصادی صفریم در دنیا، از نظر اجتماعی صفریم، از نظر روابط بین المللی صفریم، هر چیزی شما نگاه میکنین صفریم.
کشور ایرانی که این همه ثروت داره، کشور ایرانی که این همه پتانسیل داره، که این همه جوون تحصیل کرده داره، ولی میبینیم همه هیچی به هیچی، روز به روز عقب مونده تر داریم میشیم. مردم ایران همه میخوان فرار بکنن بیان کشورهای خارج. فکر میکنم مثلا تو این کشورهای خارج چی خبره؟ آقا کشور به اون خوبی، کشور ایران رو داریم، بهترین کشور دنیا رو داریم، ثروتمندترین کشور دنیا رو داریم، عوضی که همه با هم یک دست بشیم این رژیم رو بندازیم، الان موقع انداختنشه، داره جون میده، خفه داره میشه، ما پشت هم نیستیم. حالا که بایستی زنجیروار پشت هم باشیم نیستیم، منتظریم که دستی از غیب بیاد یه دفعه جمهوری اسلامی رو برداره بندازه دور. چرا به این روز رسیدیم ما؟ میدونم از نظر اقتصادی بدبختی کشیدیم، از نظر رژیمی سر کار اومد که همه جوره ما را اذیت میکنه. در اتوبوس یه دختری اگه معاش یه ذره مشخص بشه، دو نفر دیگر که عوامل رژیمن میگه خانم روسری تو خوب نگه دار. آخه زن، آخه مردی که تو خیانت داری میکنی به ملت ایران، عوضی که بری پای دولت ایران بگیری میای، اون بدبختی که در مثلا را میره در بدبختی بیچارگی خودش غرقه، میگی مهاد معلومه. تو آدمی که اینقدر شهوترانی، میای دختره رو میگی که مثلا آقا موهاتو خوب نگه دار، اینجا ایران اسلامیه. کی میگه ایران اسلامیه اونجا؟ تو اسلامی هستی، تو آوردی ایران اسلامی رو. ملت ایران، ایران اسلامی نیستن که، کشور اسلامی نیست که، کشور اسلامی کشور عربستانه، اسلام از اونجا بیرون اومده. کشور عراق هم اسلامی نبوده، الان آدماش اونجا مردن، عرب نبودن اصلا، اونا عربی صحبت نمی کردن، مصر عربی صحبت نمی کرد که. شما هر جا پا میذارین اونجا خرابکاری میکنین، در یمن، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، حتی دو آفریقا، توی آمریکای جنوبی، هر جا این دولت جمهوری اسلامی فقط اومده پول بده به این و اون خرابکاری بکنه، چون میدونه با گلالود کردن آب میتونه زندگی بکنه. مرده میخواد مایی بگیره، آب گلالود میکنه که مایی بگیره قشنگ. اینا هم همون کار انجام میدن. حالا موقعی است که ما دست به دعا باشیم، به خداوند تکیه بکنیم. خدا امسال ما رو کمک میکنه، اینو باور بکنیم. فقط یک حرکت کوچیک از شما خدا کار را انجام میده، شما ما کسی نیستیم کاری انجام بدیم، خدا این رژیم میندازه. ما اصلا مسئله این که من نمیدونم چرا اینجوری شدیم. البته شاید بودیم سابق، نمی زدیم بیرون، چون برای اینکه از نظر اقتصادی ضعیف نبودیم، از نظر اجتماعی ضعیف نبودیم، چون دولتی در سر کار بود که همه چیز رو نسبتاً به مردم میداد. ولی حالا می بینیم که اصلا هیچ کدوم ما در فکر همدیگر نیستیم، در فکر خودمونم نیستیم حتی. بریم یک سرودی گوش بدیم، اگه یاسر جان آماده باشه برگردیم به شما. برادرها سمبولی بود واسه ایران و کلیسا،
نمیشه هرگز فراموش یاد اون تو قلبای ما کنار مهدی دیگه واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه خواهرم این رو یقین دار روز آزادی تو راهه واسه ایران در دعایی با کلام کار تو کم کم به باورش بیا بدون با تو زندگیش همیشه زیر و رو شده تازه شده حیاتشو صاحب آبرو شده حیات جاودانو میده هدیه به قلب تو مسیحا یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره که روح خدا برای ما هدیه بود نگاهم بر صلیب بود خدای پرشکیب بود مرا داد از حیات آب و کلیدی شد به هر بادم پیش تو شادم خون خود دادی در به تو دادم چون تو ایسایی عاشق مایی در تو میمانم نور فردایی به شبانه ما همه من امانی قلب ما در عزیز ایران واقعا دوست دارم روزی ایران رو آباد ببینم مردمش با آرامش ببینم حقیقتا این یکی از آرزوهای منه ایمان دارم که خداوند این آرزوی منه برآورده میکنه به ایمان دارم که ایران من نجات میده ایمان دارم که دست خدا در کاره ولی امروز ما باید ببینیم چقدر ما دوربر ما رو نگاه میکنیم چقدر اهمیت میدیم به این که مردم چجوری دارن زندگی میکنن چقدر ما در فکر مردمیم که این دنیا دست ما به همه جا میرسه دست ما به دهن ما میرسه چقدر در فکر مردمی هستیم که واقعا دارن بدبختی و بیچارگی میکشن ما اگه با هم حقیقتا با هم دست به دست هم بدیم یا میتونیم ایران ما را آباد بکنیم هیچ کس هم نمیتونه ظلم بکنه به ما ما اینو نگاه نکنیم که خودمون چیزی داریم یا وضعمون خوبه دیگه دوربر ما رو نگاه نکنیم اگه چهار نفر بدبختی داره میکشه میگیم با ما چی ربطی داره نه ما خداوند ما رو آفرید به خاطر اینکه با هم اجتماعی زیست بکنیم نه تک زندگی بکنیم اگه قرار بود تک زندگی بکنیم که دیگه همون آدم آفریده بود کافی بود دیگه حوا نمیخواست بیاد ولی خداوند میخواست ما کثیر بشیم خداوند میخواست ما اجتماعی زندگی بکنیم به واقعا با هم دوستانه زندگی بکنیم نه از اول دشمنی آدم یه کاری کرد حوا از درخت معرفت خورد از اون درخت خورد یه میوه خورد از اون طرف گناه رو آورد تا حالا ما داریم تابانشی میدیم تا
تا الان هم داریم تاوانش میدیم. گناه وارد زندگی، ببین ذات انسان از اون ساعت دیگه دور. شما یه بچه رو نگاه بکنین، بچه‌ای که 2 ساله یا 1 ساله، 1 سال و نیم تازه به حرف اومده، شما که بهش دروغ یاد نمیدین، میدین؟ هیچ پدر مادری به بچهش دروغ یاد نمیده، ولی همون بچه 2 ساله یه دفعه مثلا میره یه چیزی رو برمیداره، میگه چی برداشت؟ میگه هیچی. میگه من دیدم یه چیزی رو برداشت. گفت نه هیچی بر نداشتم. در صورتی که یه چیزی رو برداشت تو پشتش قائمش کرده. ببینی مگه شما به اون بچه یاد دادی؟ ذات انسان از سقوط انسان، از اول آدم، ذات انسان دروغگو شده، ذات انسان عوض شده. اون چیزی که خدا ما را آفرید اونجوری که میخواستیم زندگی بکنیم، خودمون با دست خودمون خرابش کردیم. ما الان چقدر در فکر این و اون هستیم، چقدر در فکر همسایه یا 4 نفر هموطنم هستم. آیا هموطنم احتیاج به کار داشته باشه، محتاج به کار باشه، آیا بهش کمک میکنم؟ یا اینقدر تکبر و اینقدر غرور در من نهفته شده که داره خودم هم نابود میکنه، دیگه انسانهای اطرافمو نمیبینم. من میخوام امروز از لوقا 16 از آیه 19 براتون بخونم که حکایت مرد ثروتمند و الیازر فقیره. کتاب مقدس اینایی که وقتی میگه، یعنی تعلیمات میده به ما در زندگی چجوری به انسان ها نگاه بکنیم و چجوری خودمون انسانی باشیم که حقیقتاً که آن چیزی که خدا میخواد، آن چیزی که انسانیت میخواد، ما اون انسان باشیم. شما حیوان میبینین، حیوان، معذرت میخوام اینو بگم، ببخشید، ولی ما باید از همه چی، از طبیعت هم درس بگیریم. 5 تا شیر به یه گاو میش حمله کردن، بعد وقتی میخواست اینو تیک پاره بکنن گاو میش افتاد، خودشون فهمیدن که گاومیش حامل است. دیدن که گاومیش حامل است، بین خودشون جنگ زرگری برای انداختن، فرار کردن. که مثلا ما با هم داریم جنگ میکنیم سر یه چیزی، با هم فرار کردن. یعنی دیدن که اون حیوان حامل است، میخواد بچه دنیا بیاره، به اون حمله نکردن، رفتن. از طبیعت هم ما باید درس بگیریم، از همه چیز. انسان اومده از همه چی درس یاد بگیره، از همه چی روز به روز، از همه چی آگاه بشه. قرار نیست که آقای خامنه‌ای میگه ما 1400 سال بریم عقب، حکومت علی رو شمشیربازی رو به دست بگیریم، با حکومت دزدان رو بگیریم. قرار ما انسان خوب بشیم. وقتی سقوط کردیم، از الان میخوایم خودمون درست بکنیم که انسان باشیم، انسانی که باشیم که واقعا مورد همه باشه و مورد خدا باشه، خدایی که ما تعلیم میده زد در زندگی خوب زندگی بکنین. خدا به ما تعلیم نمیده که گردن تو بزنم، که در دینای بعضی دینا هست گردن تو بزنم اگه تو اینو قبول نکردی. خدا حتی حرفی که میزنه اگه بنده خدا قبول نکنه، خدا اونو به اجبار نمیگه تو این کارو بکن، آزاد اونو میذاره که خودش انتخاب بکنه. نه در دینی که ما هستیم اگه از اون عقیده برگردیم باید مرتد باشیم، باید گردن ما رو بزنن. خدا همچین کاری نمیکنه. میگه عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامعه های نفیس و گرانبها میپوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی میپرداخت. وقتی ما وضع ما خوبه، همیشه به عیش و نوش و همه چی ما براهه، دیگه چشم ما پرده میاد روش، دیگه کسیگر رو نمیبینیم. حتی اگه میخوایم به یه فقیر کمک بکنیم، با ترنم کمک میکنیم. میگه فقیری زخم‌آلود نیز با
بود به نام الازر که او را جلوی در خانه آن ثروتمند می گذاشتن. یعنی فلج بود، بدبخت، حرکت هم نمی داد. در خانه اون ثروتمند می نشست، هم از اون ثروتمندی که همش میاد بیرون اونو داره می بینه یک کمکی بگیره، همین که مردم اونور میان کمکش بکنن. میگه الازر آرزو می داشت که از پس مانده های خوراک او شکم خود را سیر کند. شما می بینید الان توی امریکا وقتی میرین تو این رستوران ها اینقدر غذا حیف میل میشه، اینقدر غذا اینجا میریزن دور، خب نمیتونی توی یه بشقاب غذا رو داری میخوری نصف اون غذا رو بیزاری برای مثلا برای آفریقا بدی، که نمیشه همچی چیزیه. میگه این ثروتمند با این وضع، این همه پول داشت، این فقیر در خونه اون نشسته بود و انتظار داشت که این ثروتمند داره میاد یه کمکی بکنه، یه نونی هم بهش بده، که اینم آدمی که اینجا نشسته، حالا تو ثروت داری این بدبخته، روزگار یه جوری شده اون بدبخت شده، حالا یه جوری شده بالاخره یا ورشکست شده یا بدبخت شده یا بالاخره روی کمکاری و بیعقلگی خودش بوده. الازر آرزو می داشت که از پس مانده خوراک او شکم خود را سیر کند. حتی سگا نیز می آمدن و زخمایش را می لیسیدن. یعنی نای حرکت کردن نداشت که، چون موقع قدیم اینجوری که نبود که این ماشین و فلان و این همه دم دستگاه و تکنولوژی باشه، نیست که. یه خونه، یه ثروتمند یه خونه خوبی داشت، اونم کوچه ها خاکی بود و خیابون های کوچیک، سگای بچه هم دورور بودن. میگه سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردن، جایی که نیکان به سر میبرن. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردن. ما فکر میکنیم که واقعا فکر میکنیم که زندگی ما مادام العمره، فکر میکنیم که دیگه روزی نمیمیریم، فکر میکنیم که تمام این پولا رو داریم با خودمون میبریم. همین که دولت مردای ایران الان فکر میکنن که این پولا رو همه رو در قبرشون میذاره میبرن اون دنیا، اونجا هم خرج میکنن. حتی جان خودتو نمیتونی ببری، جان خودتو باید بذاری اینجا، استخوانات باید، فقط روی تو رو باید ببری، روی تو میره به آن جایی که باید بره. اگه کار خوب و نیک کردی در این دنیا میره به جای بهشت، اگه کار غیر انسانی کردی، تمام عمرت دستی رو نگرفتی بلکه بر همه خشم کردی، بر همه ظلم کردی، خب اونم معلومه کجا میری، عذاب الهی میگیری تو رو. یک روزی بایستی همه ما جلو این خدای پر عظمت باید وایسیم، جوابگو باشیم. همین که گفتم من خوابی دیدم که جلوی همین خداوند هستم، خداوندی که روی تخت نشسته بود و پر از نور جلال بود، همه این مردم آخر دنیا بودن، منتظر بودن که خداوند اعمالشون رو بهشون بگه، به جایی که باید بفرسته بفرسته، یا بهشت یا جهنم. نوبت رسید به من. وقتی در مقابل این خدا بودم چی میتونستم بگم؟ از اعمال من چی میتونستم بهش بگم؟ وقتی نوبت من رسید، کاغذی برام، رولی برای من باز شد، در حدود شاید بگم 18 متر در مثلا نیم متر، گفت اینا همه گناهای تویی که در زمین کردی. ما فکر میکنیم گناه نمیکنیم، ما فکر میکنیم آدم خیلی خوبی هستیم، ما خیلی مغروریم که همچین فکرهایی میکنیم. بعد گفتم بس ای خداوند، با این همه کارهایی که کردم، بس با همین اعمالی که کردم، گناهایی که کردم، بس به بهشت تو راه ندارم. ولی خداوند یک لیوان سفید پر از خون عیسی مسیح بود، ریخت روی گناهان من،
گفت که به خون عیسی مسیح گناهانت بخشیده شده، برو از این دفعه زندگیت درست کن. حالا فهمیدم که چجوری باید زندگی بکنم تا پیش این خدای پرجلال برم، روحم نره در عذاب الهی مادام و عم ابدی زج بکشم. مگر این دنیا چقدر ارزش داره؟ مگر تا این دنیا چقدر من زندگی میکنم؟ آیا بیش از 70, 80, 100 سال 120 سال زندگی بکنم؟ بیشتر از این زندگی میکنم؟ ولی زندگی بعدی باید مادام العمر در اون زندگی بکنم. حالا اون کسی که قبول نداره، خب اون دیگه اصلا حسابش معلومه. ولی اون کسی که قبول داره، اگر خدا رو قبول داری، اگه بهشت جهنم رو قبول داری، یک روز، یک ساعت، دو ساعت بشین در خلوت خودت، ببین تا حالا چی کار کردی در زندگی، چقدر مفید بودی برای این اجتماع. عیسی مسیح میگه آبی اگر به کسی دادی، یعنی اینکه به من دادی، اگه دستی رو گرفتی، اینی که دست من گرفتی. عیسی مسیح میگه اگه تو رفتی ملاقات یک زندانی، ملاقات من اومدی، در بیمارستان ملاقات رفتی، ملاقات من اومدی. تا این حد خداوند به انسان ها اهمیت میده، چون ما انسان ها فرزند خداییم، همه ما هستیم، ولی دوست نداریم که بگیم که خدا پدر ماست، دوست نداریم که ما بگیم فرزند خداوندیم، در صورتی که ما فرزند خداوندیم، خداوند پدر آسمانی ماست، پدر پر از محبت و پر از عشق. اینقدر در زندگی خودخواه نباشیم، اینقدر در فکر خودمون فقط نباشیم. میخوایم که از این منجلاب جمهوری اسلامی بیایم بیرون، همه دست به دست هم، فقط یک اعتراض، فقط یک اعتراض باقیه، یک قدم فقط. همه شما یک قدم بذارین بیاین تو خیابون، همه شما 50 میلیون آدم در تمام ایران بیاین بیرون، ببین چجوری آزادی میاد به زندگی شما، ببین چجوری آرامش میاد. این رژیم میره، رژیمی میاد که خودتون انتخاب بکنین، رژیمی میسه رژیم. بعد اون موقع فکر میکنیم، اون موقع بعد میگیم بابا ما چقدر تنبل بودیم که این کار زودتر انجام ندادیم. باور بکنین شما اگه میلیونی بیایم بیرون، هیچ ارتش دنیا، اینه صدها بار امسال من گفتم در برنامه، هیچ ارتش دنیایی نمیتونه شما رو به گلوله ببنده. میگه هر دوتا مردن و رفتن، همون ثروتمند مرد، همون گدا مرد. گدا وقتی میره چیزی که با خودش نمیبره، ثروتمند هم میره چیزی با خودش نمیبره، یعنی خالی میری، روحت خالی میره، همه چی رو میذاری اینجا. وقتی کوروش کبیر مرد، گفت در تابوت دستمو بذاریم بیرون. چرا؟ برای اینکه مردم ببینن که من دست خالی دارم میرم اون دنیا. تمام این عظمت این دنیا رو به من دادن، تمام ثروت این دنیا رو دادن به من، من دیناری از این پول این زمین رو نمیبرم با خودم، دست خالی دارم میرم. این دست رو ببینین، عبرت بگیرین. ما انسان ها همه فکر میکنیم که مادام عمر زندگی میکنیم، یعنی تا عبدالدر اینجا هستیم. نه بابا، هیچ کس از 2 ساعت دیگرش باخبر نیست که 2 ساعت دیگه میمیری یا زنده است. مرگ به هیچ کس نمیگه زودتر تو 3 ساعت میمیری، یه دوام میاد به سراغ آدم. اما روحش به دنیای مردگان رفت، در آنجا در همان حالی که عظام میکشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که الیازر در کنارش ایستاده بود، همون ثروتمند. وقتی دست کمک نداشت، به هیچ کس کمک نمیکرد، فقط خودش و خودخواهی و تکبر خودش بود، زندگی فقط مال خودش و خودش،
اونجا ابراهیم دید، همون الیعازر فقیری دید که بغل ابراهیم واسطه در بهشت، خودش در عذاب جهنم. پس فریاد زد ای پدرم ابراهیم، بر من رحم کن و الیعازر همون فقیره رو به اینجا بفرست تا فقط انگشتش در آب فرو ببرد تا زبانم خنک سازد، چون در میان این شعله‌های عذاب میکشم. در عذاب جهنم بود، میگه اونو بفرست که فقط یه قطره از آب بزنه دستش روی آب بذاره روی زبونم، من دارم میسوزم اینجا دیگه. نمیدونه که وقتی آدم میمیره دیگه کسی اون بهشت و جهنم تو میتونی اونجا ببینی بالا، ولی هیچ کس نمیدونه از این ور بره اون ور، از اون ور هم بیاد این ور، از دور میبینی. بعد ببین چی میگه بهش. میگه اما ابراهیم به او گفت فرزندم به خاطر بیاور که تو در دوران زندگیت هرچی میخواستی داشتی، هرچی میخواستی داشتی، ماشین خوب داری، روز رویز داری، نمیدونم بهترین لامبورگینی داری، هر ماشین 2 میلیون دلار بخوای میتونی بخری، خونه کاخ داری، پول داری فراوان، همه چی داری. اما الیعازر از همه چیز محروم بود، یعنی لقمه نانی نداشت بخوره، فقیری بود که در خانه تو نشسته بود، که تو اون موقع پولدار بودی زنده بودی اون فقیر اصلا نمیدیدی که فقیری هست، که 4 تا بدبخت و بیچاره هم هست، من این همه در ناز نیاز زندگی میکنم، این همه پول دارم، بازم خوبه، بذار دست 2 نفره بگیرم حداقل. با خودم مگه بخوام به گور ببرم این پولا رو؟ مگه تمام این ساختمونا رو دارم میخوام ببرم به گور؟ چیزی با خودم نمیتونم ببرم. پس حال او در آسایش است و تو در عذاب. اون که چیزی نداشت الان در اونجا پیش تو بهش پیش خداوند راحت داره زندگی میکنه، تو که این همه در زمین داشتی 70-80 سالم زندگی میخواستی بکنی، در این 70-80 سالم حاضر نبودی دست کسی رو بگیری، با غرور را میری، با غرور را میرفتی و میگفتی منم بزبزاد و شاق دارم در هوا. میگیم یا نه واقعیت زندگی ما هست یا نه؟ اگه نیست بگو نه دروغ داری میگی. این واقعیت زندگی ما انسان هاست. کتاب مقدس خداوند عیسی مسیح تعلیماتی که میده برای ما همین انسان هایی میده که در هر وقت در هر زمانی که زندگی داریم میکنیم درسی برای زندگی ما باشه. این داستان نیست، این تعلیماتی که خداوند عیسی مسیح میده همه برای زندگی ماست، که ما به زندگی چجوری نگاه بکنیم. از این گذشته شکاف عمیق ما را از یکدیگر جدا می کند، به طوری که نه ساکنین اونجا می توانند بیاید به آن اینجا بیایند و از اینجا به آن سو بروند. میگه نه کسی از طرف جهنم می تونه بره بهش، نه از بهش کسی می تونه بیاد اونجا تو رو کمک بکنه. میگه الان یه چیزی دیگه بهش میگه، وقتی این کاری که نمیتونن بکنن، اون تو بهشته اون که تو جهنمه نمیتونه بهش برسه، یه چیزی دیگه بهش میگه. سرفن من گفت ای پدرم ابراهیم، پس التماس میکنم که او را به خانه پدرم بفرستی. این که الیعازر گدا که مرد الان توی بهشته، میگه اونو بفرست زمین به خانوادم تا 5 برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد. ما هرچی میگیم به این مردم آقا اونجا بهشت و جهنمی هست، خدایی هست، تو بایستی جوابی پس بدی، همه ما رو مسخره میکنن. بنده بی سوادم، من مسخره هم بکنین، ولی عاشق عیسی مسیح هم به انجیل مسیح رو بشارت میدم، چون ایمان دارم که خدای من وجود داره و خدا پدر آسمانی منه.
ایمان دارم که من فرزند اونم. این دنیا برای هیچ کس بپا نکرده چند سال، 70-80 سال باید زندگی بکنم، اصلی اونجا باید برم. عیسی مسیح میگه من میرم اونجا براتون خانه هایی میسازم، آدم هایی که مردن، 8 میلیون نفر، 8 میلیون به بالا مردن، در این همه تجربه هایی بعد از مرگ دارن، رفتن اون دنیا رو دیدن. میگن اون دنیا وقتی خیابوناش میبینی همه از طلاست، تمام ساختموناش از جواهراته. فرشته به اون میگه که مرده بود رفته بود، میگه که خب اینا همه اینجوری، این همه ثروت؟ میگه آره، همین جواهرات دیدی، مردم ایران همین طلا برای زمینیا، برای همین انسان ها دارن میجنگن، همدیگه رو میکشن به خاطر همین پول و ثروت. اینجا بی ارزش ترینه. عیسی مسیح وقتی حرفی زد به حرفش عمل میکنه. مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیاین. ابراهیم فرمود موسی و انبیا بارها بارها ایشان را از این امر آگاه ساختن. میگه این همه پیغمبران، موسی و این همه انبیا اومدن به اینا گفتن آقا شما اون دنیایی وجود داره، اینی که الان من دارم میگم به شما، من نه نبیم نه پیغمبرم، نه من یک خادم کوچیک خداوندم که از کلام خداوند دارم به شما میگم، این همه آگاهی بدم به شما از این کلام. تمام این کسایی که مسیحیم به شما میگن همه شما مسخره میکنین، فکر میکنین که در این دنیا تا مادام عمر زنده این. میگه برو به اونا، به اونا میگه اون همه آدم انبیا هستن که به اینا میگن، اینا قبول نمیکنن. میگه سرومن جواب داد نه ای پدرم ابراهیم، به کلام ایشان توجهی ندارن، اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برون یقینا از گناهانشان توبه خواهد کرد. میگه از مردگان، از اینجا مثلا یه نفر بفرست، همین الهازر مرده رو بفرست ببینی از دنیای مردگان اومده قبول میکنه. میگه اون همه انبیا اونجا بود قبول نکردن. عیسی مسیح منجی عالم آمد زمین، جس پوشید، به همه مردم بشارت داد، به همه مردم گفت که نجات بیابید، از گناهات توبه بکنین، به سوی من بیاین، من اومدم شما رو به رای راست هدایت بکنم، شما رو به اون جایی که میخوام ببرم برای شما جا تعیین بکنم، از گناهانتون فقط به من ایمان بیارین، گناهانتون پاک میشه، زندگیتون رو سالم بکنین که اون دنیا با من باشین. قبول نکردن عیسی مسیح رو که تو جسم اومد، خداوند تو جسم گرفتن کشتن. همین انسان ها بعدن چجوری الازر مرده رو بفرسه پایین، بگه با برادرانم بگو که نمیدونم من اینجا در عذابم. میگه این همه آدم اومده اینا مردم قبول نکردن، چجوری اینه قبول میکنن الان؟ ابراهیم فرمود اگه به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارن، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود به سخنان او توجه نخواهند کرد و به رای راست هدایت نخواهند شد. امروز ای عزیزان من، این همه ما میگیم چیز واهی داریم به شما نمیگیم، کلام خداوند داریم به شما میرسونیم. ما رو مسخره میکنین، اوکی هیچ مسئله نیست، ما رو مسخره بکنین، ولی ما ایمان داریم به کی ایمان آوردیم، ما میدونیم کجا میریم. امروز روز نجات شماست، امروز روز پیروزی در خداونده. امروز باید شما بیاین این خداونده به قلبتون بیارین. عیسی مسیح که به خاطر گناهان من تو اومد روی زمین، زجر کشید، زندگی کرد تا بفهمه که ما چی بدبختی میکشیم، تا من نوعی و تو نگوییم که خداوند از دردهای ما تو آگاه نیستی، بلکه خداوند از دردهای ما آگاه است. خداوند میگه این زمین رو نگاه نکنین، این 70-80 سال نگاه نکنین، زندگی ابدی اصلی شما پیش منه، اونجا باید زندگی تا ابد بکنین با فرشتگان، با خود خداوند.
تا ابدالدر، تا مثل این ثروتمند نرین اونجا عذاب بکشین بعدا بگین از مردگان. اگه میخوایم باور بکنیم برین نگاه بکنیم، نمیخوایم باور بکنیم بس برین نگاه بکنین این 8 میلیونی که تجربه بعد از مرگ داشتن. فقط توی اینترنت تایپ بکنیم براتون میاد تجربه بعد از مرگ، چی فارسی چی انگلیسی براتون میاد. امروز بگوی عیسی مسیح خداوند، منم میخوام امروز تو رو بشناسم. زانو بزنیم بگی خدایا من واقعا میخوام خدای واقعی رو بشناسم و تو عیسی مسیح رو میخوام بشناسم. امروز به قلب من بیا، امروز من به من آرامش بده، امروز منو نجات بده از همه گناهانم، امروز به من درس زندگی یاد بده. ببین خدا چجوری به خوابت میاد، به رویات میاد، همینجوری میاد با وقتی بیداری میاد با تو صحبت میکنه. اون خدای شنونده است، گوش میده به تو. خدایی مثل بت‌ها نیست که بارگاه و گنبد براش بسازی و این همه خرج بکنی ولی هیچ جوابی ازشون نگیری. ولی خدا اینقدر رحمت زیاده، باز تو میری به سنگم تکیه میکنی، خدا اونجا به تو جواب میده. شما رو به دستای خداوند میسپرم، به دست عیسی مسیح. امسال سال پیروزی شما، باور بکنین که امسال سال پیروزی شماست. فقط یک قدم بردارین همه تون بیاین تو خیابان. شما رو به دستای خدا سپردم. تا هفته دیگه بدرود. ما مایه هست که خداوند عیسی مسیح تولدشه. این ما دعا بکنیم به سوی خدا. به خصوص شما مسیحیانی که در ایران هستیم مسئولیتتون خیلی زیاده. شما باید اینقدر دعا بکنین که قدرت دعای شما تمام ایران بپوشونه. شما رو به دستای خدا میسپرم. تا هفته دیگر بدرود، تا درود دیگر. مرسی که نگاه کردید.